سلام دوستان گلم، میخوام براتون بامیه حلقه‌ای با شیر درست کنم. دوستانی که جدید ما رو تماشا میکنن کانال ما رو سابسکرایب کنن. برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید، ممنونم. خب دوستان، من از این آرد ذرت استفاده میکنم. خوب ببینید، یه مقداری دونه‌هاش بزرگتر، یعنی خیلی پودری نیست. اگر که پودری باشه، ریستر باشه، خیلی بهتره. هیچی نداره، یک کمی از این ناخالصی ها داره که اینا باستی گرفته بشه. ببینید، یک پیمانه و نصف، یعنی 300 گرم. دو قاشق آرد سفید، آرد معمولی، آردی که مال نون هست. دو قاشق شکر، یک سوم قاشق مایه خمیر، خیلی کم، یعنی یک ششم قاشق چای خوری نمک که خیلی هم به چش دیده نمیشه. خب مواد خشکمونو خوب مخلوط میکنم. خب داخل همین پیمانه یک پیمانه، یعنی 200 میلی لیتر شیر اضافه میکنم. خوب مخلوطش میکنم. یک پنجم پیمانه شیر رو دوباره بهش اضافه میکنم. در آخر دو قاشق روغن مایه رو بهش اضافه کردم. خب یه پلاستیک روش میکشم، نیم ساعت میذارم استراحت کنه، نه داخل یخچال نه داخل فرگر، همین تو آشپزخونه. در فاصله که خمیر استراحت میکنه، شربت بامیه رو میخوام درست کنم. دو پیمانه آب سرد، یک پیمانه و نصف شکر. شکر و آب رو با هم دیگه خوب مخلوطش میکنم که شکر حل بشه و حرارت گاز رو زیاد میکنم که به جوش بیاد. زمانی که به جوش اومد 5 دقیقه میذارم بجوشه. بعد از 5 دقیقه یک قاشق غذاخوری آب لیمو رو بهش اضافه میکنم و میذارم دوباره 5 دقیقه دیگه بجوشه. بعد از 10 دقیقه از رو حرارت برش میدارم، میذارم کاملا خنک بشه شربت. داشت یادم میرفت که نصف قاشق زعفران دم شده رو بهش اضافه میکنم در مرحله آخر. خب دیگه بعد از 5 دقیقه
برش می‌دارن. اون 5 دقیقه اول گذشت، 5 دقیقه دوم داره می‌گذره. اینم بعد از نیم ساعت استراحتی که به خمیر دادم. قیفه که من در نظر گرفتم اینه. اول یه مقداری روغن میرزم داخل این قیف که کاملا آغشته بشه به روغن. چون که آرد ذرت با شیر مخلوط شده و میچسبه، چسبندگی خیلی زیادی داره. اگه شما قیف نداشتید از کیسه فریزرم میشه. خب ببین به همین راحتی خارج میشه. روغنتون باعث داغ داغ باشه. زمانی که روغن داغ شد گازو خاموش کن و بامیارو داخلش برش بده. بعد دوباره کارت که تموم شد روشن کن. خب الان گاز روشن کردم و میذارم با حرارت متوسط بپزه، سرخ بشه. اگر که خمیرتون یه مقدار شل بود، یکی دو قاشق از آرد معمولی بهش اضافه کنید. اگر نه که مثل من بود که دیگه هیچ. چون آردها با هم دیگه فرق دارن، گفتم که بهتون بگم. این مدلی که الان من درست کردم به درد خیلی ها میخوره. بعضیایی که تخم مرغ نمیخورن، دوست ندارن، این مدل خیلی خوبه، این روش خیلی خوبه. خب بعد از اینکه از روغن درشون آوردن، دونه دونه داخل بشقاب گذاشتم. گذاشتم یه مقداری خنک بشه و بعد از اون شربتی که از قبل درست کردم کاملا خنک شده رو روشون می‌ریزم.
به کمک دوتا چنگال آروم آروم میچرخونم که آغشته بشه به شربت. دوستان نازنینم، بامیه حلقه‌ای با شیر آماده شد. امیدوارم که خوشتون بیاد، چون درست بکنید و از خوردنش لذت ببرید. ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید و نظراتتون رو کامنت کنید.